افشاگر یک هرزه از پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است که انتخابات افغانستان در دست افغانها نبوده و به گفته وی برگزاری انتخابات در کشور سلسله معاملات بیگانگان بوده است. کرزی گفت من روی انتخابات حساب نمی کنم. در سال 2009 زمانی که من نیز کاندید بودم هم انتخابات در دست ما نبود و انتخابات 2014 و انتخابات امسال هم به همین سال. نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دیگر یک جا با آمریکا به خاطر منافعشان در انتخابات افغانستان به شدت دخیل هستند. این در حالی است که در آن زمان آقای کرزی خود برنده همان انتخابات بود و در آن زمان باورش این بود که انتخابات شفاف برگزار شده و هیچ کس در آن دست ندارد. این همه کسانی که از قدرت دور می شوند و دستشان از قدرت کوتاه می شود، راستگویی و افشاگری پیش می کنند. هرچند عبدالله با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعتراض شدیدی نشان داده و آن را تقلب آمیز خوانده، البته در زمان آقای کرزی هم همین گونه عبدالله اعتراض داشت که انتخابات تقلب آمیز را نمیپذیریم، ولی در نهایت هم 2009 و هم در انتخابات 2014 را با یک تلفن از سفارت آمریکا بسادگی پذیرفت. آقای کرزی از ابراز نظر در مورد نتایج ابتدایی انتخابات خودداری کرد، اما باز هم با تاکید بر مالکیت افغانها بر این روند گفت انتخابات زمانی از آن افغانها خواهد بود که کنترل و وسایل انتخابات از خود افغانها بوده و در افغانستان صلح تامین شده باشد. گپ و گفت‌هایی وجود دارد که خبر از به وجود آمدن حکومت موقت می‌دهد. به همین دلیل هم در این زمان حساس کرزی تلاش دارد تا جایی در اذهان عامه پیدا کند. او خود را مخالف آمریکایی‌ها نشان می‌دهد و فریاد وطن دوستی می‌زند، اما او در جواب اینکه چرا برای آوردن دولت موقت این همه شوق دارد گفت اگرچه او تلاش دارد با تمام توان تا انتخابات را کم اهمیت نشان بدهد، اما ادعاهایی را رد کرد که گویا با مخالفت با انتخابات در صدد ایجاد حکومت موقت و قرار گرفتن در رأس چنین حکومتی است. او گفت من طرفدار حکومت موقت نیستم، اما از هر آن چیزی که منجر به تامین صلح در افغانستان شود، چه انتخابات باشد یا هر اقدام دیگری، حمایت میکنم. او با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح گفته است که آمریکا یا حکومت افغانستان نباید با بهانه آتش بس مذاکرات صلح را به تعویق انداخته یا تخریب کنند. گفتنی است که پیش از این نیز گلبدین حکمتیار یکی از نامزدان انتخابات در یک نشست خبری آمریکا را به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده و گفت آمریکایی‌ها هرگز تحمل حکومتی را ندارند که خواهان آزادی و استقلال کشور و بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان است. آقای حکمتیار گفت آمریکایی‌ها انتخابات ریاست جمهوری را به نفع یک تیم خاص مهندسی کردند که آنها را در راستای تامین اهدافشان کمک کند، اما غافل از اینکه با سیاست‌های غلطشان هرگز به اهدافشان نخواهند رسید.